هستش که بی پولی رو تجربه نکرده باشه؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. کسی هست که تنهایی رو تجربه نکرده باشه؟ کسی هست که جدایی و قهر و شکستن یک رابطه رو تجربه نکرده باشه؟ و یا مشکل توی زندگی رو کسی هست که تا الان تجربه نکرده باشه؟ همه ما یک جای سختی و یه مشکلی رو تجربه کردیم. حالا آیا در جمع ما کسی هستش که شفا و سلامتی رو بعد از مریضی تجربه نکرده باشه؟ که بگه من مریض شدم خوب نشدم، همونطور مریض هستم. حالا شاید بعضی از کیسا باشه، ولی به هر حال سرما خوردیم خوب شدیم. آیا این که بگیم تو یک شرایطی من بی پول شدم دیگه پول اصلا ندارم، همینطور فقیر موندم، و یا این که سختی و یا مشکلی اومد و هنوز این سختی و مشکل از دوران کودکی با من هستش، و یا با کسی قهر کردم و من این قهر و این جدایی رو تجربه کردم اما به صلح نرسیده. همه ما بعد از آسیب و مشکل و سختی که توی زندگی دیدیم این تجربه رو داشتیم که اون سختی و مشکلات حل شده، درست به نوعی دیگه تبدیل میشه. اما این نبوده که ما در اون سختی و مشکلات بمونیم. تصور ما چیست؟ چه چیزی دلیل بر این شده که بین این فضایی که در سختی و مشکلات و در رفع مشکلات بوده دلیلی شده که من به پیروزی ها برسم، من به سلامتی برسم، من به یک همت خوب برسم؟ چه چیزی بوده؟ نه خب امکان داره طرف ایماندار نباشه، اصلا امکان داره شخص خدا باور نباشه که بگه تو خدا رفع کرده. هیچ چیزی غیر از امید نیست. این امید هست که حتی برای اونایی هم که خدا رو قبول ندارن میتونه همتی باشه برای رفع سختی و مشکلات و مریضی و رنج هاش. احمد شاملو رو خب خیلی هم میشناسید، همدن از ایشون میگم، اعلام میکنه من و خورشید را هنوز امید دیداری هست، هرچند روز من آری به پایان خیش نزدیک میشود. و سعدی اعلام میکنه خوش است درد که باشد امید درمانش. امید فقط یک واجب یه رضایتمند و خوشایند نیست، بلکه یک قدرت درونیه، یک قدرت دینامیکی هست که باعث میشه تا افکار و دل و احساسات من بتونه آینده رو خوب ببینه، همت ما رو بلندتر میکنه، پیام پیروزمندانه ای رو از طرف ما به گوش مخاطبین و اطرافیانمون میرسونه و نشاط شادی در چهره ما نمایان میشه. اما چگونه هست که ما نمیتوانیم همیشه امیدوار باشیم؟ یکی از بزرگترین دلایلی که مانع این امید میشه ترس های ما هست. وقتی که اجازه میدیم این ترس ها ساکن بشه بر افکار و احساسات ما، ترس از دست دادن آنچه را که دوستش داریم، باختن دارایی هامون، از دست دادن عزیزانمون، از دست دادن ثمره زندگیمون، آنچرا که سالها براش زحمت کشیدیم و در اون موقعیت چقدر فعالیت کردیم. نویسنده اعلام میکنه بازندگان کسانی هستن که از باختن ترس دارن. در کتاب ایوب 3:25 هم همین میگه، ایوب میگه از آنچه که ترسیدم به سرم اومد، چرا که نگاهش به امید نبود، او خدا رو باور داشت اما نگاهش به اون امیدی نبود که از طرف خداوند بود. ترس از ضعف‌های خیش، ترس از ترد شدن‌هایی که حتی روی تعلیمات مذهبی ما میتونه باشه، تجربیات سخت ما در دوران کودکی میتونه باشه، حتی تهدیدها میتونه باشه و حتی باورهای عقیدتی ما میتونه باشه. ترس از شایسته نبودن ما
در حضور خدا، در حضور دیگران که خودم رو لایق این نمیدونم که خدا کمکم، پس انتظاری هم ندارم. شایسته این نمیدونم، دوستانم کمکم، پس از این روی امیدی ندارم. ترس از عدم هدف مقدس و انگیزه خوب که باعث شده دنیا رو عبث و پوچ ببینم. پس بنابراین توی مشکلات و سختی ها سعی و تلاشی هم نخواهم داشت که گذر کنم از این مشکلات برای رسیدن به پیروزی ها. ترس از اسارت ها، عادت های بد، اعتیاد، گناه که نتوانستم از اونها آزاد بشم، و ترس از مرگ و هلاکت و نابودی و شکست. نویسنده اعلام میکنه در زندگی دو راه بیشتر پیش رو نداری، یا فرار کن از ترس هایت یا تعقیب رویاهایت را. راه سومی وجود نداره که ما رو بتونه به موقعیت های خوب و پیروزمندانه برسه برای مبارزه با این ویروس ترس که دلیلش همانا ناامیدی های انسان میباشد. میباید به علت و معلول نگاه کرد، یعنی علت و معلول رو شناخت، یعنی خالق و مخلوق رو شناخت، یعنی خدای قدوس و انسان مقدس رو شناخت، و در این شناخت هستش که ما با امید زنده میتونیم روبرو بشیم. ارسطو اعلام میکنه برای دوام دوستی باید برتری و ارزش یکدیگر را بشناسیم، همدیگر را بشناسیم، ویژگی های همدیگر را بشناسیم. پس اگر من میخوام به امیدی حقیقی وصل بشم، باید خالق خودم رو بشناسم، علت خلقت رو باید بشناسم. همه ما خوب میدونیم در کتاب پیدایش کلام خداوند به وضوح چه زیبا علت خلقت رو میگه. در پیدایش 1:27 و 28 اعلام میکنه. این آیات رو بسیار شنیدیم، شاید بسیار خوندیم، اما خواهش میکنم یک بار دیگه دقت کنیش، چون پیامیه که خدا میخواد امروز به همه ما. پس خدا آدم را به صورت خدا آفرید. میتونیم بگیم پس خدا آدم را به صورت خودش آفرید. میتونی بگی پس خدا من را شکل خدا آفرید. خدا من را شکل خدا آفرید. اعلام کن، علت داره میگم، اعلام کن که من شکل خدا آفریده شدم. چرا اینو میگم؟ چون چه بسا همین امروز بارها اعلام کردی من لایق نیستم، من به درد نمیخورم، من پیروز نمیشم، نه من از این مشکل رد نمیشم. تمام چیزهایی که از طرف شریره، نه از طرف خدا، چیزهایی رو اعلام کردی که مال تو نبوده، سهم تو نبوده، حق تو نبوده، فراموش کردی خدا تو رو شکل خودش آفریده. پس اعلام کن من شکل خدا آفریده شدم. آمین، آمین. پس خدا آدم را به صورت خدا آفرید، یعنی توانا آفرید. روش فکر کن، روش فکر کن. اگر احیانا خودتو توی ضعف، توی مشکلی میبینی، اینو بدون خدا تو رو توانا آفریده. او را به صورت خدا آفرید، باز توانا آفریده. ایشان را نر و ماده آفرید، هدفمند آفریده شدی. چه مرد آفریده شدی و چه زن، هدف داره خدا. تو بر اصل یک هدف مقدس آفریده شدی. دنیا تبعیض قائل شد بین زن و مرد، مذهب آپارتاید رو ایجاد کرد، اما خدا هرگز اون عمل نکرده. خدا خوب میدونه که خالق جهان تز و آنتی تز و سنتز چه معنی داره، قبل از اینکه من و شما به علم ساینس برسیم. ایشان را نر و ماده آفرید. خدا ایشان را برکت داد، توانایی داد، قوت داد، امید زنده داد، و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید، اقتدار داد، مجوز داد بهش. در مزمور 33:3 33:9 میگه خدا گفت و شد. تو هم باید وقتی که میگی بشه، باید بگو فرزند خدا هستی. من اینجا انرژی درمانی و گفتار درمانی نمی کنم عزیزم،
دارم کلام خدا رو میخونم. هر کجا برخلاف کلام خداست گوش نکن. من دارم این کلام خدا رو برات میگم. کجا ایستادیم؟ مانند این هست که این صندلی های کلیسا شماره داشته باشه، 1, 2, 3, 4, 5 تا 100. بعد من میبینم شما صندلی 99 نشستی، شما رو صندلی 3 نشستی، من میگم شما رو صندلی 3 نشستی، شما بگید نه 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 من رو صندلی 99 نشستم، میگم نه اون رو صندلی 99 نشسته. شما فرزند خدا هستید. از اونجا که فرزند خدا هستید، این کلام مال تو هستش و این قوت و این توانایی رو خدا میخواد به تو بده. اگر قبولش بکنی پیروز خواهی شد. بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید. یعنی دنیا رو خدا به ما داده، این دنیا مال ماست. چرا حرص؟ چرا طمع؟ همه دنیا مال توست، وارث هستی مطابق کلام خدا. و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید. واو، حکومت زمین مال ماست. هرچند از آنجایی که انسان از هدف اصلی دور شد، اما مسیح ما رو دوباره به هدف رسونده. شیطان روی زمین سلطنت میکنه، اما اجازه نداره روی زندگی تو سلطنت کنه. چرا بهش مجوز میدید؟ چرا صبح که بلند میشی با صداهای ناامید کننده، نمیتونم، نمیشه، این چرا اینجوریه، تو چرا اونجوری هستی، با صداهای منفی و نگاتیو دنیایی که خدا بهت داده تسلیم شیطان دوباره میکنی؟ این کارو من و تو داریم میکنیم. مجوز آزادی من و تو روی صلیب داده شد، تموم شد. چرا دوباره این سند رو به شیطان میدی؟ یک بار آدم و حوا این کارو کرد در باغ عدن، سند رو آدم و حوا دو دست دادن به شیطان، مسیح گرفت و شیطان داده به ما. چرا ما دوباره باید برگردونیم؟ چرا چنین اجازه ای رو باید بدیم در زندگیمون که او دوباره حاکم باشه؟ پس در اصل خدا حکومت بر زمین را به انسان داد، آمین، به ما داد. مطابق مزمور 8:6 اعلام میکنه او را، یعنی انسان را، بر کارهای دست خودت مسلط نمودی. واو، یعنی خداوند این مجوز رو داد که همکاران خدا باشیم و همه چیز را زیر پای وی نهادی. همه چیز رو به ما داده که این امید و این اقتدار در زندگی ما باشه. اندیشمند اعلام میکنه نخستین گام برای بالا بردن نیروی اراده باور کردن آن هست. همون ایمانیه که کلام خدا میگه. میگه ایمان داری؟ ایمان به اندازه چی؟ یک دانه خردل. نگفت ایمان به اندازه کوه، حتی نگفت قیاس کن ایمان تو با رسولان، با کشیش ها. میگه فقط بپذیر، بپذیر این کلام زنده است. در عدم ایمانمون میدونید چقدر ما روی زمین زجر میکشیم، چقدر اذیت میشیم، چقدر خسته میشیم، چقدر میجنگیم، چقدر دعوام میکنیم. خیلی موقع عزیزان میان اینجا میگن بعد رسول میشه برای مشکلات من دعا کنیم؟ میگم چه مشکلی؟ میگه برای مشکل من دعا کن، من مریضم، مشکل دارم، فلان بیمارستان نمیتونم برم، یا حالا تو اینجا و یا توی ایران. قبول کنن من تو اون بیمارستان برم، قبول کنن من به اون منطقه برم. من میگم دعا میکنم تو شفا بگیری. میگه نه نه اونم بگو، اونم بگو. من میخوام دعا کنم تو شفا بگیری. اون مرحله دومه، قبول کن، بپذیر. طرف میاد چه دعا میکنه؟ میگه میشه دعا کنید که من فقط یه خونه بخرم؟ میگم باشه، دعا میکنم. میگم ولی خونه که رفتی دیدی خونه کوچیکیه، خدا میخواد خونه بزرگتر بده. نه نه همین خوبه، خدا میخواد بهتر به تو بده. کلام خدا میگه من نسبت به آرزوهای دل تو سبقت میجویم. کجا ایستادیم ما؟ کاسه دختر از آش میشه. خدا میخواد بده، ما همش خودمون رو محدود میکنیم. تمام این جملات کلام خدا برای انسان نمایان اقتدار و امید و توانایی میباشد که خدا به او داده. به توسط چه قدرتی؟ حالا میتونید دیگه درستش بگید، بلند بگید آمین، آمین. روح القدس که
ثمره آن توانایی هایی که خدا به ما داده رو در انسان نمایان میکنه، مانند حکمت، عدالت، محبت، رحمت، معجزات، شجاعت، قدرت، آرامش، شادی و تمام نیکویی ها. برای تشخیص روح خدا در انسان حتما نباید یک شخصی که کشیش هست در برابر تو هست. شما فرزند خدا هستید. چقدر ایمان داری فرزند خدا هستی؟ روح خدا در توست. اینو بدون اون روح احترام بره، روحی که در توست احترام بره. درست دنیا میخواد بی احترامش کنه، چون پشتو غیبت میکنه، پشت مرغوناس غیبت میکنه. اعمال رسولان 5، اون زن و شوهری که حنانیه و همسرش زمانی که اومدن به پتروس گفتن ما اون زمین رو فروختیم و پول اون رو کاملا داریم، میاریم به کجا؟ کلیسا. پتروس گفت تو به کی دروغ گفتی؟ تو به روح القدس دروغ گفتی، نگفت به من دروغ گفتی. گفت چرا روح القدس رو فریب دادی؟ و هر دوشون مردن. حالا شاید مرگ جسمی نهی ولی مرگ روحی داری. همه ما احترام داریم، هوشیار باشیم، همدیگر دوست داشته باشیم، به هم عشق بذاریم، به هم احترام بذاریم، چون روحی که در من و تو هست روح خداست، روح القدس هست. اینو حتی اونهایی که خدا رو باور ندارن درک میکنن. چرا من و شما نباید درک بکنیم؟ چرا ما درک نمیکنیم که روح خدا رو داریم؟ حرمت داره، مواظب رفتارمون، اعمالمون باشیم. حتی شما شاید وارد یه مکانی میشی، همین که وارد میشی یه صحبتی میکنی، طرف میگه تو چه انرژی داری؟ اون نمیدونه روح خدا رو داری. بارها برای من این مسئله پیش اومده، شخصی ماندار نبوده، متوجه نشده. من و برادرم آلکس سالها پیش وقتی که توی کالج بودیم دو نفر رو بشارت دادیم، یه شیطان پرست رو بشارت دادیم اونجا، خیلی رو بشارت دادیم، ولی اینو خیلی برام جالب، یه شیطان پرست رو بشارت دادیم و یه شخصی که اصلا خدا باور نبودش. من توی یکی از این حزبای کمونیستی فعالیت می‌کردم. هر دو اینا رو که من و آلکس رو بشارت دادیم، کشون ایرانی بوده کشون آمریکایی، هر دو گریه کردن. من ایرانیه منو بغل کرد با اینکه خدا رو قبول نداشت، گفت من ایمان دارم آنچه که تو داری میگی حقیقته. گفتم چرا؟ گفت نمیدونم، یه حس ماورا طبیعه داره اینو به من میگه. اون درک کرد اینو. فرعون زمانی که یوسف رو ملاقات کرد و بعد از تعبیری که انجام داد برای خواب، توی پیدایش 41:38 میگه فرعون به بندگان خود گفت آیا کسی را مثل این میتوانیم یافت که روح خدا در وی باشد؟ واو، چگونه متوجه شد؟ چگونه ابهت و احترام روح رو و قوت روح القدس رو در اون شخص متوجه شد؟ چون طالب حقیقت. این دو نفرم که من و الکس جان بشارت دادیم توی کالج، از این رو تشویقتون میکنم هرگز نترسید حتی برای بشارت دادن. بشارت بدید، فکر نکنید طرف چون مذهب داره که در اون متعصب هست یا اصلا خدا رو قبول نداره، چون قرار نیست من و تو این رو ثابت کنیم، قرار هست روح القدس رو ثابت کنه به اون شخص. و این اتفاق میفته، چون همون گونه که فرعون متوجه مس خدا در یوسف شد، یعنی توانایی خدا در یوسف. مطمئن باشید که وقتی که ما سخن میگیم میتوانیم این گونه عمل کنیم که مست خدا رو در ما ببینن، قوت خدا رو در ما ببینن. هرچند در ضعف جسمانی و یا ضعف قدرتی باشیم، همچون مردان و زنانی که در کتاب مقدس هستن نیز میبینیم با همین ضعف، اما چون روح القدس داشتن خداوند قوت بودشون. همه ما با کتاب یوئیل 2:28-27 آشنا هستیم که 700 سال قبل از تولد مسیح بوده، یعنی 2700 سال قبل، اعلام میکنه که در روزهای آخر روح خود را خواهم ریخت
دختران و پسران نبوت کنن. به قوت خداوند اعلام میکنه پیران رویاها ببینن و معجزات انجام میشه به توسط روح القدس از هر طبقه ای. حتما نباید شخص نسبت به کلام خدا علامه ده باشه، هر کس که رضایت به حقیقت بده. و میبینیم این اتفاق افتاد در اعمال رسولان باب دو، شاهد بر این هستیم که نه تنها ملت‌های دیگه بلکه ایرانیان اونجا از روح القدس پر شدن و به مسیح ایمان آوردن. مادها، پادها و همچنین ایلامی‌ها. پس ایرانی‌ها جز اولین کسانی بودن که مسیح ایمان آوردن 2000 سال پیش، به توسط روح القدس توانستن به مسیح ایمان بیاورن. و اگر به توسط روح القدس ما مسیح ایمان آوردیم، ما به توسط همین روح القدس میتونیم غالب بشیم بر مشکلات و سختی‌های زندگیمون و حتی دعا کنیم برای دیگران. یول نبی بود که برای قوم اسرائیل داشت هم هشدار میداد بیدار باشید و هم داشت به اونها امید میداد که نگران نباشید، نترسید. خدا شما رو تنها نذاشته، خدا شما رو یتیم نگذاشته. خدا فقط با شریعت نیومده بگه این کارو بکن اون کارو نکن. امر معروف و نهی از منکر نیست، بلکه قوتش رو به تو خواهد داد، چرا که در ابتدا اعلام کرد تو را شکل خودم آفریدم، نه از بعد فیزیک بلکه از بعد روح مقدسش، روح القدس. و در کتاب یوئیل 3:10 میخونیم که اعلام میکنه به قوم اسرائیل یوئیل نبی: گاو آهنهای خود را برای شمشیرها و اره های خیش را برای نیزه ها خرد کنید. یعنی دست از امور زندگیتون فعلا بردارید. نیازته، موقعیتته، وقت بده به خدا. در حضور خدا برو. صبح که بلند میشی اولین وقت تو به خدا بده. دانش راه قوت روح القدس پاس. خیلی خوبه دانشتون رو زیاد کنید، کلام بخونید، اما اگه از روح القدس پر نشید هرگز اون کلام رو نمیتونید عملی کنید. ولی اعلام میکنه بعدش: و مرد ضعیف بگوید، اونه که در خودش هیچی نمیبینه، کسی که احساس خوبی نداره نسبت به خودش، مدام خودش رو سرزنش میکنه، ضعف خودش رو میدونه، و مرد ضعیف بگوید من قوی هستم. آمین. میتونیم بگیم من قوی هستم؟ آمین آمین. یعنی این ایماندارانی هستن که میتوانن زندگی خودشون رو در برابر قوت خدا قرار بدن که نه من بلکه قوت خداست که با من است. پس اولین قلم رو این هست که من زندگی خودم رو از افکار و احساسات و زبانی که من رو میخواد به زیر بکشه تبدیل کنم، از ترس ها، و برای پوری روح القدس و توانایی اون از خدا کمک بگیرم تا به قوت اونیز زندگی کنم اگر این ایمان رو دارم. یک مثال ژاپنی میگه: آرمان بدون عمل گمانی باطل و عملی بدون آرمان کابوسی بیش نیست. اگر ایمان داریم که عیسی مسیح ما رو نجات داده، اگر ایمان داریم ما به توسط روح القدس این حقیقت برای ما آشکار شده، باید بپذیریم که همون روح القدس قوت ما خواهد بود در سختی ها و مشکل ها. نامه اول پتروس 1:15-16. آیا همه بروشور دارید؟ اونا که بروشور ندارن لطفا دستشون بره بالا، سپاسگزارم. هر کسی بروشور نداره لطفا مسئولین بروشور بدن. من خودم میخونم، چرا که آیه رو فکر کنم اشتباهاً دادم برای بروشورتون. اعلام میکنه: بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده هست، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. تو کلیسا مقدس باشید، محل کارت مقدس باش، توی رانندگیت از کنارت ماشین رد میشه، خیلی تند رد میشه، شاید عذر بخوام یه صحبت بدم باید بکنه، تو مقدس باشی، جایگاه تو بدونی در برابر هر موقعیتی. زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوس هستم. پس نه تنها از هر گناه آشکار میباید خود را تقدیس کنیم، بلکه از
ترس ها، نگرانی ها، ناامیدی ها، احساسات نادرست، اینکه من ضعیفم، اینکه من ناشایسته هستم، حس ترد شدن، اینکه دشمن من شیطان از من خیلی قوی تره. خیلی موقع هست که ما میشنویم طرف میگه مثل انگار دوران بچگیمون هست، بچگی بوده میگفتیم شیطان گولم زد، حالا تا اشتباه میکنی شیطان حمله کرده، قبلش چه کار کردی فرصت دادی به شیطان که حمله کنه؟ به اینم نگاه کن، همش نذار گردن شیطان. قبلش من چه کار کردم که دلیلی شد که شیطان بتونه به من حمله کنه؟ شاعر میگه گر خدا داری ز غم آزاد شو، گر روح القدس رو داری آزادی تو قبول کن که تو آزاد شدی. گر خدا داری ز غم آزاد شو، از خیال بیش و کم آزاد شو، از فکرها، از ترسات، از نگرانیهات کاملا خودتو آزاد بدون، چرا که خداوند بهای آزادی تو رو پرداخت کرده روی صلیب. از این رو هست در انجیل متا 5:48 اعلام میکنه کامل شوید. چرا میگه کامل شوید؟ میخواد بهت بگه که هیچ تخفیفی بهت نمیده، کامل شیم. شکل چی؟ کامل شویم همچون خدای پدر، یعنی از روح او پر شدن، مدام از روح او پر شدن، در حضور او بودن، در دعا، در کلام. بقیهشو بگید، چگونه از روح خدا پر میشیم؟ وقت بذارم در حضورش برم دیگه، در دعا، در حضور او، بله، کلام، در روزه باشم، بله دیگه، در مشارکت با ایمانداران، در وفاداری، در تعلیم، در پرستش، در طلبیدن. تعارف نکنیم. به شخصی گفتم بعد از 12 سال که از ایمانش میگذشت، گفتم تو چگونه از روح القدس پر میشی؟ گفت همون اولین بار که تعمید گرفتم. من گفتم ما هر موقع مسیح ایمان میاریم همون موقع روح القدس داریم، اما پری روح القدس باید مدام باشه. مانند این هست به یه نفر بگیم که یه پزشک دندونپزشک به مریضش بگه که تو باید مسواک بزنی، بعد 6 ماه بعد ببینتش، بگه ببینم تو روزی چند بار مسواک میزنی؟ بگه همون اول که گفتی من زدم 6 ماه پیش. مثلا ما بازم به دندوناش آسیب خواهد زد. کلام خداوند ما رو تشویق میکنه که ما مدام از روح او نیز پر بشیم. در کتاب پیدایش 17:1 میخوانیم که خداوند به ابراهیم میگه پیش روی من بخرام و کامل شو، در حضور او من بتونم باشم تا کامل بشم. و در نامه اول قرنتیان 12:31 میخونیم که اعلام میکنه نسبت به عطایا، میگه عطایای روح القدس رو با غیرت بطلبید، یعنی روش تعصب داشته باشید، برات مهم باشه. چقدر برات مهم هست موقعت درآمدید، هرچ نیازی، ازدواجت، فرزندار شدنت، اقامتت، میگه با غیرت به طلب. کسی که از روح القدس پر هست سوالات زندگیش به راحتی میتونه جواباتشو از خداوند بگیره. میگه عطای روح القدس رو با غیرت به طلبید. نویسنده اعلام میکنه اگر انسان موضوعات را به همان شکلی که هست بپذیره، همونطور که کلام خود، من به مسیح ایمان آوردم، من قبول دارم که باید تعمید بگیرم، تعمید گرفتم، همون مقدار بپذیرم که باید از روح القدس پر بشم. اگر انسان موضوعات را به همون شکلی که هست بپذیرد، از تعقیب سایه ها، این سایه ها ما رو خرافاتی میکنه. شاید خیلی از کلیساها هستن توی دنیا، خیلی زیبا، جمعیت بسیاری دارن، اما زیاد با این کلام خدا کاری ندارن. میگن عطایا مال 2000 سال پیش بود. نبوت نه مال 2000 سال پیش بود. زبانها نه قبول نداریم، معجزات، شفا نه قبول نداریم. اینها کلیساهای مذهبی هستن، هرچند شاید کشیشاشون مثل منم خودشلوار و کروات داشته باشن. زمانی که ما مطابق این کلام خدا نمیریم، ما مذهبیان خوشگل هستیم دیگه، ولی مذهبی هستیم. اگر انسان موضوعات را به همان شکلی که هست بپذیرد، از تعقیب سایه ها صرف نظر کرده و به سوی حقیقت خواهد رفت. اگر من این پذیرش رو نیز داشته باشم. اما یه
یه نگاهی هم میخوایم داشته باشیم، وقت نداریم، به نامه اول قرنتیان 12 که میخوانیم، میگه درباره عطایای روحانی بیخبر نباشید، مانند مذهبیون در است، مذهبیون خدا نشناس، و بدانید همان روح القدس که حقیقت مسیح را برای شما مکشوف کرده به شما قدرت خواهد داد که برای درک بیشتر کلام، برای نبوت بشنوم عطایا رو بگید، نه عطایا، برای شفا، برای معجزات، برای تشخیص روح بد، برای حکمت، برای زبانها، ترجمه زبانها. من فکر میکنم در طول این 10 سال حداقل 3 دوره درباره روح القدس کلاس گذاشتم که فکر کنم 8 ماه 9 ماه طول کشیده. سال دیگه هم دوباره این کارو میکنم، تشویقتون میکنم این کلاس ها رو بیایید، هر چقدر بیشتر در رابطه روح القدس بدونیم بیشتر میتونیم توی زندگیمون به خودمون کمک کنیم و همچنین در ملکوت خدا توی جایگاه خوبی بایستیم. بازنویسنده اعلام میکنه خدا آزادی رو به کسی میداد که در جستجوی او باشه. خدا عطایا و پری روح القدس رو به کسی میده که با غیرت بطلبه. تو کلیسا ما مشوق شما هستیم، ما شما رو تشویق میکنیم، ولی توی خونه خودت هستی که باید از کلام خدا، از روح خداوند پر بشی تا به اون قوت بتونی زندگی کنی و جایگاه درستی رو برای خودت ببینی که حقیقتا میتونه جایگاه خوبی باشه. هفته گذشته جمعه بود، یکی از اعضای کلیسا که الان اینجا هست، دوش نمیدم، تاریک هم هست که بخنده کسی هم متوجه نمیشه، به من زنگ زد، منم و سمی جان توی ار بودیم، متوجه نشدم و بعد که رفتم به ایشون زنگ زدم، گفت بعد رسول ما یه مشکلی داشتیم و به شما زنگ زدیم که برای ما دعا کنید، نبودید. من و همسرم میگه دست همدیگه گرفتیم، همون موقع که دعا کردیم مشکل ما حل شد. گفتم هاللویا، خدا رو شکر. گفتم تو 2 تا خبر خوش من دادی، یکی رفع مشکل دود، ولی خبر دومی برای من خیلی بهتر بود، این که نسبت به اون اقتدار و قدرتی که روح القدس به تو داده آگاه شدی. ما قرار نیست اینجا بیایم عزیزان، فقط بگم من کشیشی هم که خدا منو مس کرده برای شما نبوت کنم، دعا کنم معجزه بشه توی زندگیت، تو شفا بگیری، فقط من. خیر، کار ما این هست که به شما رو تشویق کنیم. شما فرزندان خدا هستید، شما میتونید با قوت روح القدس آنطور که خدا وعده داده رو انجام بدید. اما این هوشیاری رو باید داشته باشیم که خیلی ندوییم، در کنار این که باید هوشیار باشیم، به روح القدس اهمیت بدیم، اما این گونه هم نباشه که فکر میکنیم که حالا که خدا به من عطای شفا رو داده، من دعا کردم برای 10 نفر شفا گرفتن، نفر 11 مرد، حالا من چی کنم؟ حالا من افسرده میشم؟ از این روح هست کلاسای رو بردارید و بیشتر روح القدس رو بشناسید. افسرده نشید، سوالتو جواب ببینید. عطای نبوت دارید، برای 10 نفر نبوت کردی، نبوت ها درسته، برای 11 نمیدونی چی شد، انگار اشتباه شد، همه پشت طرف میزنن دیگه، اون 10 تاره که درست گفتی که هیچی نشد، اما 11 رو به همه به هم میگن دیدی چی شد. پس بدونی صدای خدا رو بشناسی، صدای خدا چیه، عطسه نکنی بگی این عطسه رو روح القدس گفت من کردم. شما میدونید در عهد عتیق کسی که نبوت اشتباه میکرد چی میشد؟ یکی بگم سنگسارش میکردن. ما الان در فیض خدا هستیم، پس با هوشیاری میباید ما را انجام بدیم. بریم با هم دیگه نامه افسسیان 3:7-21 رو از شریف لطفا بخونید، سپاسگزارم. آیا همه بروشور داریم؟ بله؟ اگر کسی بروشور دست بده. صدا نمیاد، این صدا رو بیشتر کنید. به من
عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بیقیاس مسیح به ملل غیر یهود برسانم. همون گونه که از قبل حالا پولس رسولم داره مثل من که شما رو تشویق میکنم، اونم داره کلیسا رو تشویق میکنه که همون روح القدسی که من دارم، مسیح که من دارم، من برای شماها دعا کردم، شما هم دارید، چرا ازش استفاده نمی کنید؟ همون گونه که گفتم، ما که جایی نایستادیم همش بگیم به من نگاه کن، به من نگاه کن. شاید بعضی کلیساها این گونه هستن، ما این گونه نیستیم. تعلیم ما در طول این ده سال این گونه نبوده. فرصت دادیم به عزیزان، فرصت دادیم خدمت کنن، تعلیم ببینن خدمت کنن، مانع نشدیم. مادری با پسر کوچیکش داشت صحبت میکرد، به پسر میپره تو صحبتهای مادرش. آخر سر مادر گفت بسته دیگه، همش میپره تو حرفام، بذار حرفام بزنم. اونم میگه مامان اگه من بخوام بذارم تو حرفتو بزنی که من میخوابم، خوابم میگیره دیگه. ما که این گونه عمل نکردیم شماها بخوابید. ما شما خواستیم که عطایایی که خدا بهتون داده ازش استفاده کنید، مشغول خدمت بشید. بله، و به همه نشان دهم که چگونه نقشه خدا به مورد اجرا گذارده می شود. خدا که آفریننده همه چیز است، این راز خود را طی زمانهای گذشته پوشیده نگاه داشت، تا اینکه در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم آسمانی بشناساند. پس پولس رسول داره سعی می‌کنه کلیسا رو بلند کنه روی یک اقتدار درست، که همه با قوت مسیح زندگی کنن، زندگی سالمی رو داشته باشن. اما این هشداری هم داره میده، مواظب باشید جلوتر از پولس ندوید، جلوتر از مسیح ندوید. اگر بلند شدید قدر کلیسا، قدر خادمی رو داشته باشید. غلاطیان 6:6 میگه نسبت به خادم خودت، معلم خودت، شکرگزار باش، ازش تشکر کن، نگو من دیگه بالاتر از اون شدم، تموم شد دیگه، من رفتم. ما از این تجربیات همه کلیسا ها مام داشتیم، هنوز زیاد بلندش نکردن، رفت من کشیش شدم، خدا رو شکر انتخاب بدی نکرده. اما وقتی درسش رو خوب نخونده آسیب خواهد خورد. شخصی میره پیش قاضی و میگه میخوام زنم رو طلاق بدم. قاضی میره با زنش صحبت میکنه، بعد میاد میگه این زن تو که خیلی زن خوبی است، خیلی با محبته، چقدر به هم میای، خب برای چی میخوای؟ یاره قاضی بخوانم همینطوره، زن من خیلی زن خوبیه، موقعی که با من ازدواج کرد من معتاد بودم، به من خیلی کمک کرد، برد من رو پیش دکتر بیمارستان تو این کمپا و من رو شفا داد، اینقدر من رو تشویق کرد تا من رفتم دوباره ادامه تحصیل دادم، دانشگاه رفتم و الان مدیر یک بانک هستم. به من کمک گفت، من یه تصدایی دارم، به من کمک کرد، برای من معلم گرفت، الان من هم گیتار میزنم هم میخونم و میتونم توی مهمونی ها بخونم. راستش قبلا اینجوری نبودم، خیلی چاق بودم، منو میبرد با خودش جیم، بنا یه تیپ خوبی هم پیدا کردم. قاضی عصبانی میشه میگه بس برای چی میخوای طلاق بدی؟ میگه هرچی فکر میکنم اینم اون شایستگی منو نداره. این گونه نباشه. شبان کلیسا، معلمین کلیسا تعلیم میده، بعد طرف میگه آه این کلیسا دیگه نه دیگه، این کلیسا شایستگی من نه، من و ایرانی ها نه نه، با ایرانی ها اصلا نمیشه خدمت کرد، من با ایرانی، من رفتم کلیسا آمریکایی. بله این چیزها رو دیدیم و به وضوح میگن خدا به ما گفت. خدا یادش رفت طرف آمریکایی به دنیا بیاره، ایرانی به دنیا آورده، میگه برو برو آمریکایی. حتما چنین چیزایی ما داریم که خداوند ما رو انتخاب میکنه برای قوم‌های دیگه. اما امروز ملت ما مقدمه هستن، اولین هستن، اولویت هستن که دستاشون رو بگیریم. بله بفهمید. این نقشه طبق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند ما مسیح عیسی عملی ساخته است. ما به وسیله اتحاد خود با او و همچنین از راه ایمان می توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیاییم. پس من از شما تقاضا می کنم از رنج‌هایی که به خاطر شما می‌کشم مایوس نباشید، زیرا اینها باید مایه افتخار شما باشد. بنابراین من در برابر پدری زانو می‌زنم که هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است. آمین. همه خانواده، همه رو داره میگه. پولس رسول این امید رو داره میده
به کلیسا، که شما هم بلند شید، فقط پولس پولس نباشه، کنار رسول باید کسای دیگه هم باشن، کنار برادر روبن هم همچنین. چرا باید فقط 4-5 نفر توی کلیسای پارسوان خدمت کنن؟ تازه ببخشید و بر نپاره به کسی، اونم معلومی چجوری دارم خدمت اولویت خدمت هست یا نه؟ چرا؟ ایرانی ها نیاز دارن. ولی من خوب میدونم، پولس هم خوب میدونسته، در جمع ما شاید چند نفرم خوب بدونن، نمیدونم. اگر از روح القدس پر بشیم، قرار نیست که واعظ اینقدر بگه، خود روح القدس به ما میگه نسبت به خدمت ما که چگونه عمل کنیم. و چون خدا گفت شد، از این رو تشویقتون میکنم عزیزان، همون اونه که مصمم هستید، لطف میکنید میایید کلیسا با هم باشیم، ده یک میدید، محبت دارید، از روح القدس پر شد تا بذار خدا بهت بگه، قبل از این که یکی دیگه بهت بگه تو رو سرد و ناامید بکنه نسبت به خدمت، نسبت به رویا. شخصی میره وارد یک فروشگاه پرنده فروشی میشه، میگه من یه توتی میخوام که صحبت کنه. اونم بهش توتی میده برای صحبت کردن، بعد میبردش، فرداش میاد میگه این توتی اصلا صحبت نمیکنه. میگه ببینم آینم براش خریدی؟ میگه نه راستیتش آینه. میگه اینا خیلی دوست دارن خودشونو میبینن، انگار تو جنگل دارن توتیای دیگر رو میبینن، برای همین حرف میزنن. یه آینه میخره، دور فردا شب میره، میگه بازم صحبت نکن. میگه ببینم از این تابا براش خریدی؟ اینا وقتی تاب بازی میکنن فکر میکنن توی جنگل هستن، حالا خیلی خوشم میاد، میخونن صحبت میکنن. تابم دوباره فردا پس فردا شب دیگهش میاد، میگه که چی شد بازم صحبت نکن؟ میگه نه هنوز صحبت نمیکنه. میگه از این تنابا داره، این تنابا که میره بالا فکر کنه روی درختای مثلا هندوستانه، این اونجا دیگه خوشحال میشه حرف میزنه. دوباره فردا شبش میاد، میگه ببینم هنوز صحبت نکن؟ میگه نه مرد. یعنی بدون اینکه حرف بزنه گفت آره، یه جمله گفت. گفت چی گفت؟ گفت تو این فروشگاه پرنده فروشی خوراک پیدا نمیشد برای من بگیری؟ خوراک اصل ما روح القدسه. اگر ما در کلیسای مسیح پوری روح القدس رو تعلیم ندیم، تمام دانش ما بیهوده است، فقط یاد میگیریم، یک گفتار درمانی بیش نخواهد بود. پس از روح القدس پر شو تا آنگونه که مسیح میخواد عمل کنی. آمین. بله بفرمایید. به شما ببخشد تا به وسیله روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید و خدا عطا فرماید که مسیح از راه ایمان شما در قلب‌هایتان ساکن شود. و دعا می کنم که شما در محبت ریشه دوانیده و بر پایه محبت بنا شوید. سپاسگزارم. گاهی هست ما میگیم بعد از بیا چه بگیم یه نبوت بکن، حالا خدا خود با تو صحبت کنه، خدا خود خودش با تو صحبت کنه. چرا بهش وقت ندادی؟ بهش وقت نمیدی؟ میخوای از رسول بشنوی؟ حتما خدا به توسط بعد رسول با تو صحبت میکنه، اما تو فرزند خدا هستی، پس با اون صحبت خدا باید مستقیم صحبت کنه. چرا؟ چون همین رسول یه روز دل تو رو میشکنه، یه اتفاقی میفته و تو فکر میکنی که حالا که رسول شکونده انگار مسیح شکونده، انگار اون این بلا رو آورد سرم، یا به هر دلیلی دست رسول ناراحت میشی، دل شکسته میشی. ولی وقتی صدای خدا رو میشنویم، حتی اگر اشتباه میکنیم، گناهی میکنیم، خدا بازم تو رو میبخشه، خدا بازم تو رو دوست داره. ولی انسان این گونه نیستش. نمیگم برای هم دعا نکنیم، نمیگم از مس هم دیگه برکت نگیریم، اما خواهش میکنم اولویت صدا رو صدای خدا بدون در حضور خداوند. شاعری میگه این نمکدان خدا جنس عجیبی دارد، این نمکدان خدا جنس عجیبی دارد، هر چقدر می شکنیم باز نمک ها دارد. نمکدون رسول نیست، نمکدون جاودان است، همیشه دهنت رو پر از مزه خوب میکنه. بله تا با همه مقدسین قدرت داشته باشی به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببری و آن محبت را دریابی، اگرچه بالاتر از فهم بشر است، تو از پوری کامل خدا کاملا پر شوی. جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیله آن قدرتی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از آن چه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند. این قدرت باعث ترس نمیشه، باعث نگرانی نمیشه، مشکل تو زندگیت میاد،
اگر میترسی عذر میخوام، از قدرت روح القدس کمک نگرفتی، از فرمول رو زمین، از منطق روی زمین داری کمک میگیری. اگر توجه کنید روی بروشوراتون، روی جلد بروشوراتون توجه کنید، هم انگلیسی هم فارسی نوشته شده. دو تا آیه است، البته من میخونم، ولی یه آیهش اونجا هست، میگه لحاظا به یاد تو میآورم که آن عطای خدا را که به وسیله گذاشتن دستهای من بر تو، پولس داره میگه، بر افزودید، زیرا خدا روح جبن یعنی ترس را به ما نداده، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب رو به ما داده، نه روح ترس رو. چرا اجازه میدی ترس در قلمروی زندگیت قرار بگیره که تو رو از مشکلات بترسونه، از جدایی ها بترسونه، از کمپولی بترسونه، از مریضیت تو رو بترسونه؟ لطفا این یه دست بزنید برای بازیگر عزیزم کاترین عزیزم که لطف میکنن این آیات رو آماده میکنن، ما میدیم به پرویز جان روی بروشور میذارن. و چقدر این آیه مناسب بود برای امروز، اینو لطفا حفظش کنید. بله، بر اون اصلا بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد، آمین. ما درست نشدیم بر تلویزیونمون، نه نمیتونیم داشته باشیم. خب لطفا لامپا رو روشن کنید، سپاسگزارم. گاندی میگه ترسوها از ابزار عشق عاجز هستند. یه بار دیگه میگم، لطفا توجه کن، ترسوها از ابزار عشق عاجز هستند. عشق مخصوص دلیران است. اگر روح القدس داری دلیران عمل کن نسبت به تمام موضوعات، توی مشکلات، تو سختی ها، توی خدمت، تو پرداخت هدیه و دهیه، که تو کلیسا نترس، نترسید عزیزان. اگر بترسیم همون جایی هست که عشق نیست، همون جایی هستش که مدام ما داریم آسیب میخوریم. امتحان کنید خداوند رو و ببینید که دست پرزور خدا چگونه عمل میکنه. متاسفانه نداریم ارتباط، حالا سعی میکنیم در هفته‌های آینده این نکات رو بگیم. نکته چهارم رو بنویسید لطفاً، میتونید جاشو پر کنید، با دوستیت خدا و مقدس بودن انسان. اگر خودکار دارید لطفا پر کنید با دوستیت. همه داریم بروشور، با دوستیت خدا در بی نهایت بودن توانایی‌هایش میباشد، در بی نهایت توانایی‌اش میباشد که دلیل عظمت او در جهان است. اگر شما کاری رو انجام میدید به قوت روح القدس، نام خدا رو جلال میدید، چه در زندگی خودت و چه در زندگی دیگران. یه بار دیگه میگم، قدوسیت خدا در بی نهایت بودن تواناییش میباشد، تو نقطه چین تواناییش، که دلیل عظمت او در جهان است. مقدس بودن انسان در دور بودن او از، تو نقطه چین ترس ها میباشد، که باعث، باز توی نقطه چین، امید وی به خدا میباشد. و وقتی که خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ شاعر میگه گر سینه شود تنگ خدا با ماست. میتونیم بگیم خدا با ماست؟ شما بگید گر سینه شود تنگ، گر پای شود لنگ، دل را به حریم عشق بسپار و برو، فرسنگ به فرسنگ خدا با ماست. آمین. و خداوند ما را حمایت خواهد کرد و هرگز اجازه نمیده آسیب بخوریم. آخرین آیه رو هم لطفا بشنویم. نامه رومیان 15:13. الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پرسازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید. آمین. بارها تجربه کردی خدا تو رو برکت داده، از مشکل رد شدی، مریض شدی شفا گرفتی، بی پول شدی پولدار شدی، تنها شدی خدا تنهایی تو جبران کرده، بیکار شدی سر کار رفتی، رو تجربهش داره میگه. خب اگه دوباره مشکل دیگه اومد دیگه چرا میترسی؟ چقدر میترسی؟ تمونش کن، یه جا تمونش کن، بگو هر زمانی که مشکلات بیاد من از قوت روح القدس میخوام باشم. تا کی؟ چون ترس ها لعنت زندگی ما میشه، به ما آسیب خواهد زد عزیزان. شخصی میره پیش پزشک،
میگه آقای پزشک صورت من سوخته، نگاه میگه چیکار کردی با صورتت؟ میگه راستش داشتم اتو میزدم تلفن زنگ زد، بعد من اتو رو گذاشتم. بعد میگه خب این بره صورتت دیگه چرا سوخته؟ میگه آخه بلا فاصله دوباره تلفن زنگ زد، مجبور شدم دوباره که آخرش رو بخونم. چقدر ما باید تجربه لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم. خواهش میکنم از همین ابتدا توی دلت بگو ای ترس های من در نام عیسی مسیح دور شد. ترس هاتون رو همینجا بذارید، نگرانی هاتون رو همینجا بذارید، غم هاتون رو همینجا بذارید. امروز پیام مسیح برای تو این است که خدای توانا تو رو توانا آفرید. میتونی بگی آمین؟ خدای ثروتمند تو رو فقیر نیافریده، تو رو ثروتمند آفریده. خدای سلامتی و خدای شفا دهنده تو رو مریض نیافریده، تو رو سالم آفریده. خدایی که پر از قوت هست تو رو با قوت آفریده. منکر تمامی خدا در قدرش پدر آسمانی نگه کسی رو کنم در آن آسایی هستی مطابق فیضه تن روح پر جلال تو ای خدا، لمس تازه جایش و افکار و دل و احساسات هم عزیزانی که در کلیسا هستن هم عزیزانی که در فیس بود با ما هست در نام عیسی مسیح بشه یک بار دیگه با خون مسیح زندگی ما رو کرد از تمام ترس، از تمام نگران ها، از تمام خستگی ها و قوت بده و برکت بده تا درک درستی از خوری روح القدس داشته باشی، تا مبادا به روح تو که در ماست بی احترام بکنی، مبادا خداوند به ملکوتی که تو برای ما باز کردی بی احترام بکنی. خواهش کنم در نام عیسی مسیح آنچه را که در تک تک ما تو شروع کردی با فیضت به کمال برسونی. کشور عزیز ما را خداوند به توسط روح القدس در نام عیسی مسیح خداوند بشوره خدای خودت از تمام بدی ها و گناهان و با خون مسیح تقدیس کن و حقیقت خودت را بر ایرانیانی که خدا اینک خدا ندانسته به اسارت مذاهب دروغین رفتن تو پاک بساز و تو جلال یاب در کشور عزیز ما، تو جلال یاب در تک تک ایرانیان که خدا بنده رو به تو آوردن و محبت تو را خدا میتونه. ما ایمان داریم که تو با فیض تجابت میگیم این عزیزانم که چه در اینجا چه بیننده ای ما هستن به دستان پرفیضت بسپارم در نام عیسی مسیح. آمین 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 که با ایمان دریافت کنید.